نهایی شدن فهرست هیئت گفتگو کننده حکومت افغانستان با طالبان، در حالی که ارگ ریاست جمهوری میگوید فهرست هیئت گفتگو کننده حکومت برای مذاکرات بین الافغانی نهایی شده و جزئیات آن وقتی که زمان گفتگوها مشخص شد اعلام می شود. زلمه خلیلزاد امروز فهرست اعضای هیئت گفتگو کننده با طالبان را با شمار از چهره های سیاسی شریک کرده است. در این فهرست نام های باتور دوستم، کریم امین، زرار احمد مقبل، محمد ناطقی، رسول طالب، حبیبه سرابی، کلیم الله تقی، جنرال ایوب انصاری، اورزلا نعمت، نادر نادری، متین بیگ، زینب موحد، عنایت الله بلیغ، شریف الله زرمتی و عبدالهادی ارغندیوال دیده می شوند. در برنامه شام امروز به سوی صلح بحث می کنیم که این فهرست چقدر برای طرفهای دخیل در قضای افغانستان قابل قبول خواهد بود و آیا به این زودی ها گفتگوهای بین الافغانی آغاز خواهند شد؟ من رازقیار هستم و مهمانانم برای بحث بیشتر این موضوع آقایان امان‌الله پیمان، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان، و امین‌الله شارق، آگاه امور سیاسی، در استودیو حضور دارند و تا لحظات دیگر هم حفیظ الرحمن نقی، آگاه امور سیاسی با ما خواهد پیوست. خیلی خوش آمدین مهمانان عزیز. شرط بحث لطاسو نا پیلوم نن کته ارگ اعلان کردی چه دی دو فهرست چمتو دادی تا سی طالبان سر خبرات رو تلارشتی، ولی که غلی خلیل زادم یو فهرست سیاسیون سر شریک کردی، تاسو جزیات و اطلاعات چه دی فکر کوی دا حکومت سر پا مهنگی دا فهرست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامنا تاستا، سلامنا طول دون که رو دون که تا وکیل سبتا. سلامت. مخکې د انستاس د خبرې ته ورکړم، یو لفظي اشتباه، شریف الله زرمتی نه بلکې شریفه زرمتی، او کریم الله تقی نه بلکې کریم الله نقیبي. دا د فرست چې تاسې ویلې په هغې کې دي. تاسې ته معلومه ده چې سولې ته خو هر بشر اړتیا لري، په خاص ډول د افغانستان خلک چې په دې جغرافیه کې ژوند کوي. 15-40 کاله را په دې خواته مونږ په اور کې سوزو، انسانان مو وژل کېږي، خاوره مو په اور کې سوزي، شتمني مو د مابینه پکې لاړه او ځي پکې. دوه ځلې متاسفانه په همدې د جنګ جګړو په دوران کې په افغانستان باندې نظامي مداخله شوې ده، چې یو ځلې په 1450 کال کې د شورویانو دخوا نه، او یو ځلې دغه اوسنی اتلس کلن یا نولس کلن حرکت که منگو تاسی ویلی چه نړیوالو دلته حضور پیدا کرده او دلته شتون لري. لکه څنګه چې امریکایانو وغوښتل چې د طالبانو سره حاضر شي، خبری وکړي، او بالاخره یو هوکړلیک یې څو ورځې وړاندې ورسره امضا کړ، او د هغه هوکړلیک یو چوکاټ او یوه لاره په اصطلاح باندې خلاصه کړه چې څنګه وکولی شي د افغانستان دولت او طالبانو تر مابین مخامخ خبرې ترسره شي، او بالاخره دغه کوم ناورین چې په افغانستان کې دوام لري دا یا ختم او که ختم نشي لاقل د دا لږ راټیټ کړي. هغه راټیټېدل په دې خاطر زه وایم چې تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې نه تنها د طالبانو تحریک تنها، بلکې نورې ډلې هم دلته شتون پیدا کړی دی او شتون لري، او د افغانستان د دولت او د نړیوالو په وړاندې باندې جنګېدلي دي او جنګېږي. او په واضح ډول یې موږ تاسو چې کله پېښه کېږي بیا مسؤلیت طالبان تر څنګ دوی هم مسؤلیت اخلي، او په خاص ډول چې هغه تاوتریخوالی د کمېدلو هفته او یا اوس هم چې هماغه شکل باندې دوام لري، بعضې پېښې ترسره کېږي چې طالبان یې مسؤلیت په غاړه باندې نه اخلي، بلکې نورې ډلې دلته شته دي چې القاعده او داعش او عمده او نورې ډلې شته دي چې شتون لري. د هغې په خاطر وایم چې دا جنګ به دلته متاسفانه چې ختم نه، بلکې امید دی چې لاقل جبهم او تفاوت وکړي او بالاخره دا جنگ جګړه راټیټه شي، د افغانستان خلک نور دومره قرباني ورنه کړي لکه دا اوس چې ورکوو. دې ته ټول کار کوو، ټول ورته په اصطلاح باندې هلې ځلې کوو چې څنګه وکړو، که دولت دی، که دولت نه بیرون دي، که رسنۍ دي، که هر څوک دي، په دې کې کېدای شي یو محدود افراد او اشخاص او ډلې اوسي چې هغوی په جنگ جګړو کې په دې 13 کلو کې یا په 15-40 کلو کې ګټه لیدلې او د خپلې ګټې ته په سوله کې ونه ګوري او په جنګ کې وګوري، هغوی به لیوالتیا ونه لري. اما نور ټول پر دوه لیوالتیا لوجوره. د افغانستان دولت لکه څنګه چې طالبانو سره هوکړه شوې وه په څلورو مواردو کې، هغه چې په علني ډول دي او د پردې تر شا نورې خبرې چې دوی سره شتون لري، اوس خوشبختانه چې هم طالب مني او هم د امریکا لوری مني. د امریکا خاص استاد خلیلزاد د دوه رسانۍ سره چې ما ولیدل ډېر اوږد بحث کړی و، چې یو د یوې رسانۍ سره بلې د بلې رسانۍ سره،
بحث کړی او په ډېرو جزئیاتو باندې م بحث وکړ او بعضې شیان یې وویلې چې دا لازم نه دی چې موږ ټول هر څه افشا فهرست سیاسیونو ته ورکړلنوم ما واخیسته بل دا فهرست د حکومت سره شریک ده، دا ګډ فهرست ده که دا د امریکایانو فهرست ده؟ خبر همدې ته د افغانستان ولسمشر په پخوا کې هم دې تژمنو په دې رابطه مشورې اخیستې وې، کار یې کړی و د مختلفو ډلو سره، د مختلفو سیاسینو سره. تاسو په ار کې ګورئ چې همیشه د مشورې مجالس په اصطلاح باندې روانې، په همدې رابطه باندې هم مجلسونه سره ش ترسره شوي وو. او کله چې په نونسم د هود کې لوړه ترسره کوله، د لوړې په ترسره کولو کې ډېر په زغرده باندې وویلې چې تر سبا پورې به، چون لسم تاریخ هلته په موافقتنامه کې راغلی چې باید مستقیما مذاکرات شروع شي. متاسفانه چې هغه هم په بنا پر مختلفو دلایلو شروع نه شو چې دا لیست باید اعلان شي. خو هغه سبا باندې اووه ورځې تیریږي، تر اوسه پورې د افغانستان د دولت ته په رسمي ډول نه دی اعلان شوی. خو بیا یې سخنګویان د دولت دا خبر، لکه څنګه چې تاسو ویلي، چې د هغه وخت کې چې مذاکرات شروع کیږي لیست باید اعلان شي او بالاخره دا خلک افراد لاړ شي او لیست نهایي شوی دی. اما دغه لیست چې تاسو نن درس کړی د رسنیو ته، دا نننی نه دی، بلکې دا لږ ډېر پخوانی لیست دی. په صرف یو دوه کسانو په تغییر باندې پخوا هم دغه نومونه اعلان شوي دي، ویل شوي دي چې دغه افراد او اشخاص باید اوسي. زما د نظره، زه د یو افغان په صفت باندې غواړم چې څومره زر ممکنه ده سوله افغانستان ته راشي. زه چې کله لیست ګورم په لیست کې صحیح ده چې دا زما دپاره احتمالي لیست دی، کیدای شي یو فیصدي د دې لیست نه په هغې بل لیست کې شامله اوسي. اما زما دپاره ښه لیست په دې باندې چې د هر قوم، د هرې ژبې تقریبا او تقریبا د جغرافیې په لحاظ باندې هم، ځکه دلته د دولس دیارلس کسانو نومونه ویل کیږي. نو افغانستان کې موږ هغه اداري واحدینو باندې چې وویشو، هغه نفوس چې هېڅ په نظر کې ونه نیسو، موږ څلور دېرش اداري واحدونه په اسلام. مهمه خبره شارق صاحب دا ده چې اوس دغه رښتیا هم د حکومت لیست ده، دا ګډ لیست ده که د خپل امریکایانو سیاسیونو سره په مشورې جوړه؟ ګډ لیست او نهایي لیست زما د نظره ځکه نه دی چې که چېرته وای نو بیا به حکومت باید نشر کړی وای. که نه نو حکومت خو د اوس هم د احتیاط نه په اصطلاح باندې کار اخلي چې ولې نه نږدې دوی سره به خپل ملوزات وي، هغوی به خپل جواب په اصطلاح باندې ورکوي. خو ما ته دا لیست احتمالي لیست معلومیږي، او په دې باندې به صرف غواړي چې انعکاسات معلوم کړي چې دلته څوک ورسره موافق او څوک مخالف دي. اما ما تاسو ته مخکې ویلي دي، افغان په صفت باندې زه چې کله د افراد اشخاص ګورم، کله که وړتیا وګورم، خو درسته ده چې بعضې به داسې پکې افراد اشخاص دي چې هغه به د خبرو وړتیا هم نه لري په یو مجلس کې، خو بعضې بیا پکې شته دي چې هغه د دې توانمندي لري چې د یو چا سره دې بحث به سره. حتما په جزئیاتو بیا بحث کوو. آقای پیمان، خب دیدگاه شما در مورد دو تا فهرست که حداقل یک تا فهرست که از طرف آقای خلیلزاد نشر شده و آمادگی حکومت گفته آماده ازی است که فهرست اعلام بکنه، منتها مشروط بر اینکه یک بار زمان تعیین شود، چی است؟ فکر میکنین بحث سال به کجا رسیده؟ به نام خدا، سلام خدمت بیننده های عزیز، جناب مشاور صاحب، شما ها. و ببینین مو وقتی که ما با مو عنوان شما سیل میکنم با سوی سال است، یا ما با سویش نگاه میکنیم یا انتظارش میکشیم یا بالاخره تازه وارد یک چیزی میشویم که نسبت به او بحث میکنیم. حالا با مسئله سال دیدیم ایست که ما یک مسیر طولانی تر داریم، در صورتی که او رو صداقت باشه خودی آقای خلیلزاد جمع آمریکایی ها، جمع دولت افغانستان یک اخلاص ایده داشته باشن و جمع طالبا، که متاسفانه طرف های مختلف اخلاص خود ندارن، صداقت با هم ندارن، پیوانده های بسیار به اصطلاح نزدیک هم با هم ندارن. یکی از دیگه حقایقی که موجود است، مذاکراتی که در طول 18 ماه شد کتمان شد و هیچ کسی، مردم افغانستان، سیاسیون، کسایی که شما فکر میکنین تا اعضای حکومت دولتی که وجود داره، همگیش بیخبر. ولی دو لیست که شما اشاره کردین، من نمیفهم این لیست، اما باوری من است که لیست خلیلزاد اگر واقعا این لیست از طرف ای که اینا در چی سطح هستن، میتونن مذاکرات کرده، میتونن یک دفاع بکنن از امو چیزایی که لازم است، این یک بحث است. ولی اگر واقعا چنین لیستی را آقای خلیلزاد خودش شایع کرده باشه و نشر کرده باشه، باز امین لیست همی خواد بود، معجم همی خواد بود، چون تمامی صلاحیت ما و حتی بگم
خدای ناخواسته مرگ زندگی ایمام و شکم بو و ازلا دیدیم من به دست امریکای هست هرچی که اونا تصمیم بگیرن امو گب میشوه هرچی هم که تصمیم گرفتن و طرف مقابلم امریکای هستن و طالب هستن من همیشه گفتم طالب ها هیچ وقت به این مسئله تمکین نمیکنن که به نام دولت افغانستان یا حکومتی اینجا بشناسن یا با اینا اونا میگن ما امریکای ها یک قدرت بزرگ دنیاست با ما مذاکره داره و ما مذاکره خود با اینها میکنیم دیگه طرف افغانستانش برای ما اوقدر زیاد موردی بحث نیست و همه چیز امریکای ها زمانت میکنن بینن اگر آقای خلیلزاد لیست داده باشه من فکر میکنم که دو مطلب نفت است یک بل. قبل از قبل یک دیدگاه ها را و نظریاتی همه را نسبت به این لیست ارزیابی میکنه دید دومی است که برای کسایی که در قدرت هستن یا دکتر سیف غنی یا کسای دیگری هستن برشان هم شاید تو نشان داده باشه که اینی افراد مورد نظری ما هست در لیست نهایی بازی افراد فراموش نشوه که از این لیست چی توقع و تمه داره اونش نمیفهمم ولی یک بحث دیگه هم هست اینجا آقای پیمان خب شما حکومت افغانستان را میبینین که در درون یک اختلاف شدید وجود داره مخصوصا میان سپیدار و ارگ ریاست جمهوری که این مسئله باعث از این شده که خب حداقل 3-4 روز گذشته از آغاز گفتگوهای بین افغانی هنوز آغاز نشده گفتگو هنوز فهرست هم اعلام نشده فکر نمیکنین که آمریکایی ها میدانن به اینکه حکومت نمیتونه فهرست را اعلام بکنه و یک نوع هشدارگونه برشان میگه اگه شما اعلان نکنی خب اینی افراد از باز میرن گفتگو میکنن ببینین یعنی شما دقیق از چند روز پیش از ما پرسان کردن دکتر سیف غنی گفت که بسی 5000 زندانی یک بسی جدی است برای ما ما در تلویزیون طلوع اعلان کردم طلوع نیوز ما گفتم اگر دکتر سیف غنی تا آخر به میگه پیش سات چوه ما اگر تفنگ میگیرم عسکریش هم میکنم بادیگاردش هم میکنم اما میفهم کی ساد شده نمیتونه شما دیدین تغییر کرد بینند ما برای شما ایتو عرض میکنم که هر تصمیمی را که در مورد افغانستان آمریکایی ها بگیرن ای امو تصمیم نهایی است اما اگر شما به بحث داخلی اشاره میکنین ما دیشب هم یک چند دقیقه در این مورد صحبت کردم ما انتظار میست که در یک حاکمیتی که ما دستبین و دنبین دیگرها باشیم و منتظر باشیم که اونها برای ما یک چیزی را بسازن منتظر باشیم که اگر اونها شناختن آدم باشیم نشناختن نیستیم حکومت هستیم نیستیم در این صورت ما برای از دو بزرگوار پیشنهاد می هست که با امی 1 میلیون رای در 35 میلیون نفوس افغانستان کس بگه که مرز جمهور هستم یا دکتر عبدالله یا دکتر سیف اشرف غنی ما فکر میکنم بسیار شرم‌آور است انتظار مردم افغانستانی سمالی هم اگر طالب ها واقعا صادق باشن همین خلیلزاد واقعا صادق ولو که اونا نباشن ولو که نباشن این دو تا باید برای مردم افغانستان بگوین که اینمی حاکمیت به می نمی ارزه که یک روز ملت ما رنج ببره یک روز ملت ما گشنه بمانه یک روز جوان ما به سرنوشت در بدر خاک به سر بکرده ما تیر زمین بیاین یک لویه جرگه یا یک به اسلام مجلس عمومی ملی را در سطح افغانستان بنیاد میگذاریم یک انتخاب میکنیم یکی دو نفره میریم تحت امو زعامت باز به با یک مرحله تازه به یک بررسی ما اینم میگویم که در دین شبم گفتم که هیچ چیزی هم تغییر نمیکنه قانون اساسی مهم است که تغییر کنه یا ملت در بدر خاکی به سر بگرده قانون اساسی یا مثلا خطوط دیگری بسیار مهم است یا تو عزت داشته باشی بینن ما باورم است که ما نه به حسی حاکمیت هستیم نه به حسی دولت هستیم نه به حسی حکومت در ما بین خودمان چی هستیم یک چیزایی را برای خود تمثیل میکنیم و قبول میکنیم و احترام میگذاریم اما آمریکایی‌ها در طول 20 سال شما دیدین اگر میخواستن خب عالم ما از سر خود همین رقم خونه میگشتیم در یک ملت در یک ولایت دو تا حاکمیت خود شما نمیداشتین گاناگام هم ازاق میکنم میگم من نمیفهم در میکران زندگی میکنم من در قلمرو کدام رئیس جمهور هستم ای بسیار شرم‌آور است برای ما و من انتظار میست که اگر اینا چنین کاری را بکنن اینا هم عظمت پیدا میکنن از این سطح ریاست جمهوری شما میگم که با عزت‌تر با عظمت‌تر تشکر در افغانستان حتما برمیگردم ادامه بحث را پس از وقفه دنبال کنم بخبرمان پات برخط شرق سه بزدل تا مهم بحث در افغانستان در حکومت در موقف ده حداقل ډیر ورځې کېږي چې موږ دې ته دا د حکومت نه اورېدلي چې دوی وایي د دو فهرست آماده ده ولې اوس یې نه نشره یي ویره په څه کې ده ولې باید فهرست خپور نه سي اوس ګورې امریکایان راځي مثلا دلته فهرست جوړوي تاسو د پیمان صاحب خبرې واورېدي چې اوله او آخره خبره په سوله کې دوی کوي یعنې د دو د متزلزل وضعیت د حکومت د دې لامل سوی چې افغانان دغسې فکر وکړي
واحد موقف او روخان موقف ولی نداری؟ خب د اول و آخر خبر خو من گفتم تاسی دی پرایت آبان دیر خبری لر و دیر مطلع نمیلرو. یه ویدا چه و چوک چه کسی که نان میته و فرمان میته. دیگه آدم شک نشت. دو کال اولان دی انداو سانیا ولس مشر غنی. پدیر سراحت سر پیو مجلس کیو بیله. مطبات پوران دی باندی. او داده آقا مجلسم دا دا پاکستان رادیو تلویزیون پتالار کی داوود خان دا وجل که دو کلیزل منزل که دل او دلمریزل لپاره دا دولت دخوان پسلا دل منزل که دل. هرگز تو اینا که ولاو داوود خان پژوان باندی او چه خبری وکری او بیابدی خبرو که استقلالیت خبری تراغه ولی چطورشوم 8 میلیارد دلار پیدا کردی نی دخبل جیبا تراغه پر استقلال خبر مکان. یعنی تروسان باور پر استقلالیت نلری ولی نه تو واقعی سا. دا خبر از داده کنم. چه تو اگه دا کسی که نان می‌ده فرمان می‌ده اگه تصدیق داغه مطالعه دا خبری پس لابانده. نچه تا تا کلانی بودی جز مونگه تقریباً دا عادی بوده چی مونده تمسرفو پدی افغانستان که 8 میلیارد دلار داد. 8 میلیارد دلار مونده نریوال نده دا کلانی کمک وارو. ای دا کمک تا دا چیش بخاطر درکی؟ نو بی اثری کر که چیش تقریباً ولی سه ندسم نده. دا دامی او بخش خبر داده بیاری. اما زوایم که کوم نداریگو، نطول خم نشک که ولی چی مگه هر خبر بدانم. دا داوایستان حالات نن نده پدیگش کل بانه، نن نیومی احتیاج دنری والام راسته تا، بلکه زمان پدی یادخ که نطول وقت احتیاجو دنری والام راسته تا. آم داد دنری والو اقتصادی مرست دلیل وی چی پم مگه اینا قصیر غلون شویدی. متاسفانه که نظامی حالات مگه بولی. کاغذ داده پندوسم کال پی خواقلی که دو دلار نمی کال پی خواقلی که داغی نوران دی تاسی د انگلیس و داغوانستان د جغلو آقای وقت تاسی وارشی تاسی اوگل طول پداق حالت کیو؟ آهم دیتام دنیا نمیپریدی چه مخبل پخوان دی بوداریو؟ ولی اوس دسول پخوان داری دی حالت دی خبر دار سیدا خبرم دیره ونوس دی ترسان که فکر نکویدی من مخبل دنن دی افغانانو ترمان زختلاف دی دلامل سویت من گونه سکه ولای یا واحد دریز ولی واحد دیات ولی اختلاف دلایل متاسفانه چه دیر زیادی. بله. یاو دلیلی ام داغ بدمرغ پیندیسالیخ کلان جنگو. آمینگا یاو تعداد کلا چیوای. یاو تعداد دی پردیو مزدوریو پردیو غلامیو د پردیو استخبارات کار کاولو بانی مینگه افتخار کم. زیب سراحت مانده وای. که داش بازم زبانان پدی من نپویی که متاسفانه. داوستو تسرعش نخاله کرته وای دا باید پوش داش مم مسئولیت تچه. اگه تیچ مم پخپول سرگل دلی پوش. پدیار لاسه ادري پندوسم کال که کلا چه داوود خان پولان دنبال تی و حرکت تر سر شوله او تعداد داره پاکستان تی پناهی ولاله تو پاکستان استخبارات سر او سیدل خشتون هلت داره پس که تانی استخبارات دیتا کارتون آورده وارد دا کارتون بیان نور تا پا مخبانده و خکل چیز خود آکارت لرم منگه متاسفانه د پاکستانی استخبارات و تا کار کول من افتخار کو نت به نور تسنگ نکمی داوست چه تا ناسی و سرپیو گلیم نکینه و طولیگی سر نه تصف فکر کنی چه داد دوی خبل اراده دا خبل تصمیم میده آویاد اگه صبح داغ منجی چه خوادی خواب کی کیگی عیت وای چه داغ منجی چه سنجا بیرون تا کمی خبری کی چه زد دیپ خاطر دا کار کاو تو چه دادم دیپ خاطر دا کار کی نه دا خوازی خبر داده تغییر بده خبل گرت تا کار کی ممکن باید ز خرط شم متاسفانه ز خرط شویم ز چکله د پاکستانی د استخبارات و پکار افتخار کوم نو ز خرچویم که زب افغانیم یا دیو بل استخباراتو پرابطه چیز کار کوم ما ز افغانیم که ز د افغان گرد تا کار کوم که داغه گرد تا کار کوم ز چکله وایم چه بدوم را جنگ که پاکستان تاوان دیر کرده دیو امریکی تاوان دیر کرده دیو روس تاوان دیر کرده دیو ما کم کرده دا چه مانا لری دا مانا داله چه دا غوی گرد تا کار کوم کنه زما میلیونون انسانان چه دلتا کجل شوی دی دی تخصیص داد داد پام که زنی نیستم ول تازه دی مشرام دا خبر نی دیوری دلی نی آوری تی چه پدی جان که خو پاکستان دیر توان کرده پدی جان که خو آمریکایان دیر توان کرده دوم را تریبلونا پیسی مصرف شویدی دوم را انسانانی ودر شویدی داغا پسلو ودر شویدی زمان تا پزرگون ودر شویدی داغا پزرگون ودر زمان پلکون ودر شویدی
ما ته خونی دی وجه خپل ګټ دی وجه دی یعنی یو لامل دا لامل دا ګوره امداغه دی فکر کوي دام داتي مثلا د خواته زینی کړی دی سوله نه غوړي مشخصا هغه څوک چې په واک کې دی مخکې پیمان صاحب مرتشي ما ګوره تاسو ته د عميقه موضوع راوس پړل صحیح دی ما خو رشید ته د هیواد نه بیرون درته و خو دل همدغه علت دی کنه چې په جنگ جګړو کې د استخباراتو بیرون ته کار دی بیرونی ګټ ته کار کول ته ترجیح ورکې نسبت افغان ګټو ته که څوک زما غوندې یا دغه ناس چې دلته ناست یو خپلو ملي ګټو ترجیح ورکو ایا زه د وکیل صاحب سره څه مشکل لرم دا هم د سولې نارې وهي زه هم د سولې نارې وهم او په واقعي ډول یې وهم ما په دې جنګ کې یو روپۍ ګټه هم نه ده کړې ما په جنګ کې هر څه د لاسه ورکړي دي ما چې کله ویم یعنې افغانانو د لاسه ورکړي دي د افغانستان خلکو د لاسه ورکړي دي دا ټول جغرافیه څو ځلې په دې 15 کلن جنگ کې هم سوځېدلې ده هم د مابینه تلې ده او بیرته سر راټوکلی دی بیا موږ د مابینه وړې ده دغې ته موږ کار نه کوو متاسفانه او دغه نړیوال چې په دې نامه دلته راغلي دي که څه پرون راغلي وو که څه نن راغلي دي ناستې راسره دلته چې دا دلته وایي چې دلته اتحاد راولم یووالی لرم یو مرکزیت را مابین ته کوم یو قوت را مابین ته کوم دا قوت نه را مابین ته کوي په دې 18 کالو کې کار یې دې ته وکړو چې موږ ته قوت را مابین ته نه کوي اما موږ کې متاسفانه دغسې اشخاص او افرادو ته لاره خلاصه نه شوله چې هغه واقعا په دې خاورې زړه خوږیږي نه پرون نه نن هغه څوک د واک په درۍ باندې کېناستل په تیر دور کې هم غوسه دور کې هم په آینده کې به هم دغسې حالت وسي متاسفانه چې هغه د پردیو ګټو ته په اصلاح باندې ژمن دی ژمن نه وسي اوس په کار موږ ته څه شی ده دې ته به یې لاسته ځینې کې نه چې اوس امریکا هر څه وایي هغه به یې زمانم روس چې هر څه وایي هغه به زمانم چین او پاکستان او ایران چې څه ویني هغه به زمانم په کار ماته دا ده چې زه باید خپل لوری معلوم کړم زه باید څو خرڅ شوي د خپل صف نه وکاږم دا خرڅ شوي باید موږ او تاسې وپېژنو خصوصا دا ځوان نسل باید دا وپېژني اوس وی وایي مثلا په رهبري کې څوک خرڅ شوي څوک دا ټول تاسې خپله پېژنئ زه چې کله وایم د غوږ شخص نه پوهېږم وایم ته چې نه پوهېږې دا کله ته تفټو هېوادوالم نه پوهېږي هېوادوالو په ټول پوهېږي دا چې کله زه تا ته وایم چې په 1953 کال کې پاکستان ته پناه ویوړله او نن هم په کار ته افتخار کوي دادي دا نن هم چې د پردي سفارتونو نه پیسې اخلي او خپل ژوند پرې او عیش او عشرت پرې کوي دادي ولې ته یې نه پېژنې چې په دا کابل کې سیمټي دیول نه ځان راچاپېر کړي دي او موټرې شاته پسې روانې اوسي او بلډینګونه پورته او سات اسمان خراشه جوړ شول ته د ژورنالیست په تاسو ولې پوهیږئ دا پیسې د کوم ځای نه پیدا کړې د دویم بس نه اول بس ته سیدل ته سمورتي دیوال ته نه راتاوي زری موټر کې ګرځي تعقیبیم لري بډګار ما نه ولې دا تا پیدا نو مونږ خو نه سوې لسی دا ټول د بهرنۍ تکارو کې وای ما نه ولې دا راځه په خو یو وخت وای دا هر یو د ما سره راځي ګوره ما ته خبر کوم زه ته خبر کوم راځي اوس خبر دی دا هر یو د راشي ما سره د کینی دا د هغه حلال ماش چې ما په دې دیرشو کالو کې اخیستم ما ماشونه ټول بانک ته تللي ما انجوګانو مؤسسات سره کار کوي بانک ته تللي زه به د بانک نه نه دا بحث دی دا زه به سټېټمنټ د بانک ورته راواخلم په مخکې به ورته واچوم چې زه څومره لرم او ته راته ووایې ته د عاید راته راوښیه که وزیر یې که قمندان یې که والی یې که سفیر یې که رئیس جمهور یې که احمد یې که محمود یې ته راوایې ته حلال معاش ته څومره اخیستلی مصارف دې څومره دي مننه کوم انشاءالله حتما بیرته راګرځو د خپرونې پاتې برخه هم وروسته له لنډې ده به ادامه برنامه خوش آمدین آقای پیمان خب صحبت های آقای شارق را شنیدین اینا هم به می باور هستند که خب آمریکایی ها تصمیم گیرنده هستند ولی خود افغان ها هم باید مقاومت بکنه وقت واقعا اگه اون گونه است کرد که نان دهد فرمان دهد باز فکر نمیکنین که مقاومت کردن کارساز نیست و حداقل ما نباید خطای سرخ و نمیفهم رنگ های دیگر را ترسیم بکنیم بخاطر اون که اونا میشکنش در کنار از یک اشاره اینایی است که خب عامل تمامی بدبختی جنگ است در این شک نیست و فروخته شدن افغان ها بالای بیرونی ها هر کسی میگه یک وقت بود که کسی که کارت پاکستانی داشت افتخار میکرد ببینین این تنها با حفظ احترام به گپای مشاور سی و نظریات هم سی شاید ما در پاکستان کسایی که رفتن اگر محاسبه کنیم در طبقات بالا را میگم 50-60% مثلا وابستگی به پاکستان داشتن شاید داشتن ولی امروز کسایی که از غرب و اروپا آمدن
خود ازیام میفهمند که طرفش ذکر نکردن و از آمریکا نان میخورند پول میگیرند. شما از ازیام برین بپرسین که اونایی که جاسوس یا وابسته پاکستان بودن حداقل خودم این کشور قی فامیلاشان یک تعدادش هست، قی بچه هایشان خواستن، ولی اینهایی که تازه وارد شدن اینها نه تنها که هیچ دلبستگی به افغانستان ندارن، بلکه هیچ یک از اعضای خانوادهشان در بیرون از در داخل افغانستان زندگی نمیکنن و اینها هر چی سرمایه ای که میوان ما وزی اگر یک چیزی را از افغانستان پیدا کنیم شاید بریم اینجا یک قلنجی جور کنیم به اصطلاح ما بدخشی ها که درونش بشینیم، ولی اینا که پیدایش میکنن اتوماتیک انتقالش میتن در آمریکا و در دبی و دمینا. ما باور میست که 60% کمک و کسایی هم که ما تصور کنیم که به پاکستان وابستگی داشتن بعد از حضور جامعه جهانی و آمریکایی ها و خود آقای کرزی در افغانستان صاحب زندگی شدن، چور چپاول کابل در زمان آقای کرزی شروع شد، یعنی زمانی که حکومت بسیار ضعیف مجاهدین بود. ما یادم است که 315 توزیع شد اجازه با ساخت ساز ندادن، گفتن چرا؟ گفتن این ماخو کنترل کردن نمیتونیم، اگه همین جور شد کلی کابل چور میشه. ولی در یک حکومتی که آمریکایی‌ها پشت سرش و دنیا هم پشت سرش 20 سال است میه، ما چور کردم، مجاهد چور کرد، خارجی چور کرد، داخلی چور کرد، هم مگیش از برکت آمریکایی‌ها بود. و شما میبینین هم طوری که اینا گفتن وضعیت شهر کابل بینن، ما باور میست که این جاسوس بودن در حد پاکستان منحصر نمیشه. درست آقای پیمان، خب بحث چور، خب اگر شده مثلا آلی افغان ها نفهمی بردن اگر زمین رو هم چور کرده، اینها چور کرده، اگر پول هم گیریم چور کرده باشه، در بحث صلح وقت مانی ایجاد میشه، خب نقص رو ما میکنیم، کشته ما میشیم. صلح کی نمیخواه از دیدگاه شما؟ ما باور بود که خب این یک نقطه بود که ما باید وضاحت میدادیم که ای جاسوس بودن ای دیگرا از امی پاکستانیاش کده بسیار عمیق‌تر هستن. آقای خلیلزاد همین نقطه را اشاره میتون میان سری اصلی بحث شما. یک وقتی سفیر آمریکا در افغانستان بود، یادتان است چند سال پیش، با پاکستان به حد دشمنی کرد و ما را به حد با پاکستان دشمن ساخت که از امول از دشمنی ما دو چند چهار چند شد. علی امروز خودش به خاطر سلی یک بار دیگه من ذکر کردم، هر روز میره در پاکستان در آمدگی با قریشی میبینه و بعد میگه که ما با پاکستانی ها به یک تفاهم رسیدیم. اون روز پاکستانی ها بد بودن، حال امروز به خاطر سلیتو. اینجاست که ما را در یک دشمنی هم با منطقه و به هم با دنیا. حالی میم در بحث سال، در بحث سال بازم برای شما میگم ما متوری که اینا اشاره فرمودن که هر کسی نان داد فرمان داد، اونها نان میتن فرمان میتن. شما برین خدا و رسول روشا ببینین، از کل سیاسیون افغانستان تا همی کلاناش پرسان بکنین. ما گفتم در بدبینی نمیگیم، در دشمنی نمیگیم، خدا کنه که سلبی همین گپای ما کلش دروغ بره یک سال در اینجا با وجود بیا که ما آرامش داشته باشیم، ما اینجا رفتنی نیستیم، همینجا زندگی میکنیم، خوشم میشیم و و خیرات میکنیم و ما در گردن خلیلزاد یک توقی گلم میاندازیم. لیکن هر چی که شما بگوین برین از امیا پرسان بکنین، بگین در طول 18 ماه که آقای خلیلزاد مذاکرات کرده شما و خداتون هیچ چیزی میفهمید؟ حتی هم کاغذی که آخر اینا به عنوان یکتر بازم بخشی از او را بسیار کوچک کوچک افشا کردن و بخش دیگه شنا کردن. به می دلیل است که طالبا حکومت افغانستان یا دولت افغانستان اگر وجود داره به حیث یک دولت حاکمیت نمیشناسن، ما را به حیث یک مزدور میشناسن. وقتی که یک کسی با بادارت که نانت میته مذاکره میکنه، او که خودش چی است یا نیست او یک بس جدا، وقتی که او با او مذاکره میکنه، ما فکر میکنم که در عدم سال خب نفع تعداد زیادی است، اما در داخل هر چرو تا این وزارت خانهایی که شما میبینین بسیاری ها اگر سلح باشه اینها دیگه اصلا زمینه برشان نیست. خب اینه میگه اتواتی است که استفاده های خود میکنن. خودی کلان های افغانستان هم که حالی موردی بحث هستن، از آقای کرزی شروع تا مثلا جناب استاد سیاف تا دکتر سیب غنی تا دکتر سیب عبدالله، خب اگر بحث صلح بیا بازم ما یزیا خیر رقمی پاچایی گفت یزیا کرده نمیتونه که کلی کار فش باشه. باز یک نفر پاچایی میکنه، یک نفر حاکمیت میکنه، یک نفر افغانستان اداره میکنه و همه این مردم افغانستان باز حق انتخاب دارن، حق رأی دارن، حق به اصطلاح اعتراض دارن. اینو ببینین که نتیجه رو به اینجا رساندن که به شورای افغانستان بسیار با معذرت با فساد اخلاقی و فاحشه‌گری وکیل فرستادن، دور از
تعدادی از وکلای عزیز ما و اینها و بحث انتخابات ریاست جمهوری را آوردن به دو حاکمیت کشاندن، ضمن از اینکه به دو حاکمیت کشاندن بازم ما برای شما میگم که شما 20 میلیون واجد شرایط رای دهی دارین. امی خودت به جای امینه باشی نمیشرم که با نول اگرای می آیی میگوی که ما افغانستان به این صورت اعلان نمیکنم. دکتر سیبی عبدالله بود میگه که ما با اف لگرای اعلان نمیکنم. بنا اگر واقعا شما سر سرنوشت مردم تون فکر میکنین، خب بشینین دن با سلام یک چند نفر هر دو انتخاب کنین، روان کنین، جنگ هم ادامه بوته. درست حالا یک جمع سیاسیون به شمول آقای عبدالله احمد کرزی اینها حداقل دو سه روز شست برگزار میکنن، فکر میکنین اینها میتونن حداقل البمی مشکلی که به سر رای صلح آمده رای حل پیدا بکنن؟ خب اگر آقای دکتر سیبی که کرزی سیب و دیگران میتونستن در وقت خودشان میتونستن، شرایط فرق میکنه. حالا طالبا توافق کرده با آمریکایی ها و آماده ازی هستند که وارد مذاکرات بین الافغانی شوند. خب یک نقطه میمونه که اگر آمریکایی ها، ما باورم نمیه، آمریکایی ها در افغانستان یک کاری طولانی مدت دارن، باور ما است که اینها برای مدت های دیگری هم میمونن، باور میتونه است. حالا دیگر ها چه فکر میکنه؟ آمریکایی ها ادامه میتن این جنجال در افغانستان به شیوهای مختلف، ممکن یک گروه بیا مثل که حکمتیار سیب اومد یا گیز اومد شامل شد یک کسای دیگری بیان، باز یک برنامه های دیگر ادامه پیدا کنه. به هیچ صورت او نمیشوه، اما بالفرض فکر کنیم که آقای خلیلزاد واقعا اگر این مسئله مخلص هستن و نهایی میکنن، ما اگر با جنگ هم میشوه، خدای ناخواسته جنگ هم ادامه پیدا میکنه، صلحی هم نمیشوه، ما باورم است که آمریکایی‌ها برون، باز ما رای خود خود میفهمیم. مردگیش میمره، زنده ش حاکمیت میکنه خوب یا بد، حداقل حداقل قضیه افغانستان یک طرفه میشوه، ما از دست کشورهای مختلف، از لغمه برای کشورهای مختلف، برای دنیای مختلف، برای آدمای مختلف در افغانستان و در دنیا نمیشویم. ټول وایي سولې ته کار کوو، لکه مخکې تاسو د خپل خبرو په سر کې وویلې، ولسمشر غني هم وایي، ښاغلی عبدالله هم وایي، مخکینی ولسمشر هم وایي، ټول وایي چې سولې ته کار کوو، سوله یوه اولویت ده. ولې دا چې نه ورته رسېږو، بیا عوامل یې ډېر دي. اوس دغه ناستې چې نن و پرون سوي او حداقل اوس دې ته تلاش کېږي چې د مصالحې عالي شورا جوړه کړي، یو ډله سیاسیونه حکومت یې وایي باید جزي او دغه شورا به بین الافغاني خبرې اترې رهبري کوي. فکر کوي دا یوه لاره د حل ده؟ د سولې مشورتي شورا او یا نور شوراګانو د نامه نه جوړول، زه فکر کوم چې بله، غیر د دې نه چې موږ او تاسې په یو محوریت باندې سره فیصله باندې راټول نه شو، سره د دې چې هغه دلایل یې د نه راټولېدلو او یا د نه غوښتلو، ما درته وویلې چې بعضې پکې شته دي، اما دا هم داسې نه ده لکه مخکې م چې وویلې که نه، ټول خو نه یو په دې کې، یا ټول خو نه دي شامل په دې کې. زه چې په خلکو باندې غږ کوم چې راشه په دې کې په اصطلاح باندې سهم واخلئ، هغه خرڅ شوي عناصر، افراد، اشخاص وپېژنئ چې هغه په ګوته شي په اصطلاح باندې، او هغه چې غواړي د زړه نه په واقعي ډول باندې افغانستان ته سوله راشي، ثبات راشي، افغانستان د دغه ناورین نه راوکاږي. لکه څنګه چې یو خبره ولسمشر غني د حکمتیار د راتګ سره زما ښه یاد دي، تاسې رسنیو د لارې دا بحث په اصطلاح باندې نشر کېده چې هغه د لرې واټن د سکایپ د لارې ورسره موافقتنامه امضا کوله. دې یوه خبره غوښتنه د حکمتیار نه وکړله چې زما ستا د سن او د عمر اوس غوښتنه دا ده چې دې ولس ته باید سوله راولو، او په دې کې ټول قوت باید په دې کې مصرف کړو. چې هغه خوشبختانه هغه د حکمتیار راته خو لا اقل د هغه د اختلاف یا د جنګ د سنګر نه خو راووتو، اوس خو ډیموکراسۍ په چوکاټ کې ولاړ دی، ګوري چې څومره رایې اخلي که نه اخلي، دا یو بېله خبره ده، اما د هغه چوکاټ نه خو راووت. که اوس دغه ډله هم په کار دا ده چې په دغه ترتیب باندې موږ د دې حالت نه راوکاږو، او بالاخره بل لاړ شو انتخابات ته ودرېږو، او د انتخابات په نتیجه کې چې هر یو حکومت را جوړېږي. خبره دلته دا ده چې موږ که دغسې هر نوم پېږدو، هر نوم پېږدو، په کار ده چې موږ ټول افغانان باید پکې راټول کړو، چې ټول افغانان پکې راټول نه شي. محوریت هم مهمه ده، د چا د محور تر لاندې باید محوریت بدون د شک د افغانستان د دولت محوریت لاندې، ولې دغه د مصالحې شورا وایي حکومت باید غړی دولت مشخصه نه، ګوره حکومت هم غړیتوب کوي او هم مشرتوب کوي، نه مني دغه سیاسي چې وایي نه مني، چې وایي نه مني سوله راتلونکې نه ده، ته دا ومنه چې سوله راتلونکې نه ده، ځکه مونږ متاسفانه چې دا ټولې لارې مونږ تجربه کړي دي، مونږ چې ډلې وښکلي دي، مونږ چې افراد وښکلي دي، مونږ چې خلک وښکلي دي، مونږ چې په بیرون کې تصمیمونه نیولي دي. ګورئ وړاندې ژوند ته مه ځئ، راشئ په دې 45 کلن ژوند کې،
مونږ یو ځل لاړو شوروي د افغانستان نه ووتل دغه جهادي رهبران چې یو تعداد دي یا وژل شوي یا په خپل مرګ باندې تللي دي الله دې وبخي یو تعداد یو نیم پکې ژوندی دی دوی د افغانستان په کابل کې چې کوم نظام و چا چې مشرتوب کاو نارې د مصالحې ورسره ول نه کېناستل ورسره لاړل مسکو ته اوس مونږ خو ډېر ښه یاد دي که نه مونږ هم ورته لا لږ له خوشحالي دو چې دا بې ولاره پیدا کوي په هغه وخت کې مونږ هم دغه پاکستان کې هجرت درلوده دلته مونږ ما مخکې دا خبره په اصطلاح باندې غلط تعبیر نشي مونږ یو هغه چا سره مشکل لرو چې هغه د ایسای غړیتوب لري د ایسای کارتو سری او یو په میلیونو انسانان مهاجر افغانان نن پراته وي پرون پراته وو دې کې څه ستونزه نشته صحیح ده بل د وکیل سره د خبرې پورې چې د پاکستان نوم تنها مونږ دا نوم نه دی اخیستی مونږ د نورو هیوادونو نومونه واخیستل مونږ ته خطرناک نور هیوادونه دي لکه دی چې نوم راته امریکا مونږ ته خطرناکه ده انګلیس مونږ ته خطرناک دی نور د نورو نه خطرناک دی دا اوس چې څوک لري خبره دلته ده په هغه وخت کې مونږ محوریت د دولت سره جوړ نه کړ د دولت سره مصالحه ونه کړو لاړو روسانو سره کېناستلو روسانو مونږ ته څه ارمغان راوړو بل ورته مونږ لاړو په راولپنډۍ کې مې یو حکومت جوړ کړو مونږ کابل ته راوړو انتقال مو کړو په اوږو باندې د هغې محوریت څه شی و دا به ما هماغه رقم پایله لري خدای ناخواسته که دولت پکې نیامس یو شی به یعنی دلته پهګوت دی چې دولت باید شتون ولري اما ټول حرکتونه بیا د هغې نه وروسته ګورئ په بن کې دغه اتلس کاله وړاندې وروسته طالب پکې شتون نه درلود طالب په افغانستان کې ته پوهېږي په افغانستان کې په 95% خاوره باندې حاکمیت درلوده یا په زور یا په ظلم په هر چا چې و حکومت یې درلوده د 10% یا 15% خاوره باندې چا چې حاکمیت درلوده هغه په بن کې څو نفر غړي ناست و تصمیم ګیر پکې هغه و اما طالب چې 95% خاوره باندې حاکمیت درلوده پکې شتون نه درلوده کله چې شتون نه درلوده نتیجه تحول ده اوس مونږ وایو چې یو څوک باید د باندې پاتې نه شي مونږ دا تجارب لرو هیڅ څوک باید د باندې پاتې نه شي هر څه باید د دولت په محوریت باندې سر راټول شو خو دولت داسې نه چې بیا ما په څپېړو ووهي وکیل صاحب رانه باسي وکیل صاحب څپېړو ووهي ما رانه باسي څپېړې وهل دلته نشته دی دلته باید مخالف مونږ پیدا نه کړو ټول باید موافق شو ټول باید د شخصي ګټو نه تیر شو ملي ګټې ته باید احترام وکړو او هغه څوک چې نه کوي سولې ته نه رسي خبرونه پاتې برخه هم وروسته له لنډې ده باید همین برنامه خوش آمدین آقای پیمان خوب یک هیئت حالا یک شورا جور شده از طرف یک شمار جریان ها و احزاب سیاسی که آقای کرزی آقای عبدالله و اینها هم در رأس هستند اونها حداقل بسیار به صراحت میگن که حکومت را نمیپذیرن با عنوان کسی که گفتگوی بین الافغانی رهبری بکنه دیدگاه آقای شارق را شما شنیدین گفتن که اگر حکومت در محوریت نباشه باز ما به صلح نمیرسیم چی باید شوه که تمامی این اختلافات یک جای شوه و ما یک هیئت داشته باشیم که هم از افغانستان دفاع کرده باشه و هم ما به صلح برسیم من نمیفهم که کرزی صاحب و یک جمعی که هستن تا استاد سیاف و دیگرها اونا چی میخوان بکنن و اونا هم چیزی نمیگن با مردم افغانستان که اصل قصه ای هست ولی خب بخوایم نخواهیم حکومت افغانستان با یک در مجموع ما با یک چالش بسیار کلان مواجه هستیم این طرف دکتر سیوی عبدالله اعلان کرده این طرف اونا اعلان کردن حالی که بیشتر در مراسم دکتر سیوی غنی کسای بیشتری از سطح دنیا تبریکات بیشتری ولی خب بخوایم نخواهیم فعلا یک چالش هست یک اعلان یک موجودیت هست یک حاکمیت هست یک جمع در اونجا هستن و حکومت هم اگر یک حکومتی مقتدر شما فکر میکردین اگر می بود بالفرض حکومت می بود خب بعد این چیزا رو مهار میکرد از این معلوم میشه که حکومت سطح تصمیم گیریش به نام حکومت در افغانستان بسیار پایان است و نمیتونه که این تصامیم بگیره میمانه می که چی میشه با این خاطر است یک نقطه بسیار مهمی دیگه که من همیشه گفتم و تاکید میکنم و بار دیگه میخوام بگویم طالبان هم اگر حکومت به دکتر سیب غنی روان بکنه به رسمیت نمیشناسن چون طرف قضیه حکومت افغانستان رو نمیدونن میگن ما اونا بردشان دمیست که میگن ما با حکومت نمیکنیم مذاکره ما طرف های مختلفی سیاسی و مثلا نظامی و اینا رو میشناسیم در حالی که اینا یک حلقه کوچکی در اطراف یا استاد سیاف است یا استاد کرزی است یا استاد فلانی خان است بازم اونا رو معرفی میکنن یکی از طالبا گفتم در از مخاطر برام گفت که برادر همین کسایی را که به ما معرفی میکنن نه در اینجا قیما گپ میزنن اینا رای خانهشان بلد نیستن واقعیت هم همونطور است که اینها نمیفهمن که خانه خودش مثلا یک آدم از بدخشان معرفی میکنن موقعیت خانهش در بدخشان در کجا است
خب کسی را معرفی نمیکنه که با طالب جنگیده با طالب میزنه از زبان یک دیگر هم خوب میفهمن و در اونجا باید بگوه اینها هم مزدورای خود جمع میکنن چند تاره به اینهان رهبر و کلان برادر کلانی و رهبری ایتو نمیشوه آدم مخالفین خود تحمل میکنه آدم حتی دشمن خود تحمل میکنه اینها ما یک چند بار گفتیم که افغانستانی بزرگ و افکار و قلبهای کوچک نمیتونه حتی ما باور می بود که ما بعد افغانستان به عنوان یک چیز بود که با جزایر مختلف چون دیدگاه ها و نظریات ما به حدی کوچک است که در محدوده امو چیزای سیمنتی که شما مشاور سه بشاره کردن در مو حد میچرخه بلن این تو یک ملتی بزرگ افغانستان با جغرافیای پیچیده با دیگه با رهبری چند نفر محدود نمیشه آقای کرزی 13 سال وقت داشت تمام امکانات جامعه جهانی در اختیارش بود خب دیقل 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 کاری که میکرد باید کابل یک کابلی میساخت که امروز نمونه میبود در سطح افغانستان در سطح دنیا یعنی مورای ناکام هستن نمیتونن ناکامی که از ناکام کردن ببینید برعکس ایوازی ازی که برای شما دمی کابل برای شما یک چیزی جور کنه میره میدان هوایی کابل به نام خودش شما تصور کنین از همینجا که اگر میدان هوایی کابل نام کابل بگیرین خوب است که به اصلاح امو عالی مرکزیت کل افغانستان است خوب است یا بگین که میدان هوایی آقای کرده اما آقای پیمان خوب بازی یه بحث از این مطرح میشه خوب اگر اینا کار مثبت نمیتونن افغانستان را به صلح برسانن مشکل ایجاد کرده میتونن مثلا آیت را که حکومت افغانستان گفته آماده است هر کدام اینها میگه برشان قابل قبول نیست و با اینها مشوره نشده یعنی حکومت را به چالش میکشه باز خب ما نمیتونیم مشکل خلق کرده چرا نام ما نیست اما نام رستم به از رستم است اینها هم رستم هستن که هیچ لشکر و به اصلاح چیزی نداره اگر نام دارن خب در قندهار چی میگذره اگر ما نام داریم در بدخشان چی میگذره در مشرقی چی میگذره چرا ما نمیتونیم سرنوشت از ملت رقم بزنیم ولی خب جالب است که به می ترتیب دیگراش هم می رقم هستن یعنی دمی قطار همه را قرار بتین از رئیس جمهور سیبا تا دیگرا اینها توانمندی های ضعیف دارن ولی من پیشنهادم برشانی است که اینها بیان یک بار دیگه بشینن بگن برادر این همی حکومت هیچ ما به حیث مردم افغانستان به حیث قوم به حیث یک ملت بین میشینیم اگر ثواب نیست یک کس دیگر میاریم یک ریستفه در همون جامعه مثل که معقد در اولسی جگر چند روز استاد میکنیم چند روز استاد میکنیم کل ما زیر نظر یعنی میریم به مذاکرات اونا رو قانع میسازیم که خود در موجودیت ما نمیخواین شما طالبا بین این یادم ریستفه دیگه شما راضی هستین اینا هستید خب بین در موجودیت یزی با یک نتیجه میرسیم باز او وقت است که اگر طالبا اما چیزی که نقطه اساسی و مهم که است ما برای شما میگویم قضیه افغانستان بسیار پیچیده است قضایا بعد از همه رقمی که کرونا شده است این قضیه افغانستان این قضیه است که آمریکایی‌ها ایجاد کردن و این جنجال این کشمکش ها ادامه پیدا میکنه و ما به حیث مهرهایی که یک جا دیگه جا بعضیمون بیکاره میشیم بعضیمون به اصطلاح چیز فعلا دنیا ما را باید یک حکومتی مزدور میشناسه درست خواهی پیمان خب مسئله آغاز گفتگوی بین افغانی اما از افغان ها حداقل به باور نیستند که به زودی ها آغاز شد حکومت افغانستان پیش شرط گذاشته بر رهایی و طالبان میگه تا زمانی که رها نشه گفتگوی بین افغانی آغاز نمیشه چقدر پیش شرط حکومت به جای از کاهش خشونت ها بر رهایی زندانی از او دیدگاه ما گفته بودم روز اول که اگر آقای غنی جرأت دکتر سی بکنه که رها نکنه و سلام میکنی بیا ما از کارش میشه اما میفهمم که نداره شما یک آدمی قاچاق بری که من نمیگم مالی در مورد طالبا اگر منجر بسال شوه من میگم که یک لک نفر باشه الایش بده برو ولی شما یک آدمی که به خاطر یک لک منان یک پاکت پودر از یک جای افغانستان آورده که 100 روپا بگیره 20 سال بندیش کرده 20 سال یک خانواده را از نان از سرنوشتش محروم کرده ولی یک آدمی جنایتکاری که آمده انتحار کرده یا او از طالب بوده یا از کسی دیگری بوده شما با یک فرمان رهایش میکنین با یک هدایت آمریکایی‌ها رهایش میکنین و چی میشه دیگه گفتگوی بین افغانی با سرنوشتش چی میشه طالب حاضر نیست بشینن خب طالب کی نیست خب تو کی نیستی طالب نیستی خب اگر طالب هستی اگر از افغانستان هستی از این مردم هستی و بیا بشینیم میریم داخل محبس اردوی موتو میدره کسایی که اساس و حتی ما باورم نیست که همین یک فرصت آمده با استثنای کسایی که اگر خیانت کلان مرتکب شدن یا با استثنای کسایی که
قاتلی در طرف هستن یک آدم بالفعل کشته و طرف مقابل نمیبخشدش. من میگم که کلش از پودر فروش تا هر چی کس علاج بده. پودر خود تو به تیاره های انسیودو به دنیا انتقال دادی. محدودش ساخته در افغانستان به دلیل از اینکه قیمتش در اونجا بالا بروه، ولی یک آدمی گرسنه ای مره به خاطر اینکه یک پاکت پودر از مجبوریت در مرکبش بار کرد به یک جای رسان 20 سال قیدش کرده گیسی. من روز اول در وقتی که شورای قانون پاس میشد میگفتم ظالمانه است. به اساس من میگم که هیچ چیزی به اختیار ما نیست. باز امر تصمیم میره که آمریکایی‌ها بگیرن، امو خواد شد و امو میشه. و تنها کاری که افغان ها بکنن نیستادگی است. چی نمیتونن نیستادگی هم پس نمیتونن. چی بکنن افغان ها؟ فقط هر که آمریکایی‌ها گفتن ما قبول میکنیم برونم منجر بشه که اکسل یک آرامش بیاد. امی تضمین را کی بگیره از آمریکایی‌ها؟ تضمین از خلیلزاد بگیرم او اگه بتا او خو ما را هیچی نمیدونه دیگه اگر او بتا بتا اگر نه تنه تشکر چه باید روسی شارق صاحب اصلا را ده حل چه ده من ده تر تیال رو سولی تا ورسی گو ده وینه تویده نه بند سی و اس افغانستان حکومت وی توتری خواله کم که طالب برعکس زیاده ای عملی دیر کردی بدون دیر که و بین افغانی خبرو تمام آماده نده چه تا منگ زانون افغانان بولو او بید افغانان ترچنگ په اسلام خوم دیر سرون نسروار کلن ډیر ملاد اسلام د حقایقونه په اسلام نه پیپویږو اما کلمه چې د اسلام نوم یاد کړی دی بیا هم په هغې سر ورکړی دی او ورکوو وی په دې کې هیڅ شک نشته چې د دغه قربانۍ ته په کتو دا هیواد راشي چې د 45 کلن ناورین جنګ نه وژغورو سره دې چې امریکایان خو ځې ته د 18 کلن جنګ وایي طالب سره یې ختموي خو زه وایم د دې جنګ جرلې لا ډېر وړاندې ښودل شوې وي دا ټولې جرلې باید ووځي ټولې ریښې باید وچې څه باید ورته وسي ټولې ریښې باید قطع شي کیدلو کې لکه مخکې چې ما تاته وویلې موږ به ټول په یو میز په دور او یا زموږ په عامه اصطلاح په یو ټغر او په یو ګلم سره راټول شو د خپلو خودخواهیو نه باید تیر شو او که چېرته موږ کې داسې فروخته شوي عناصر وي او لکه چې شته دي چې پردی ته کار کوو هغه باید د صحنې نه لرې کړو هغه باید قصدن د صحنې نه لرې کړو دا میلیونونه انسانان یو دوه درې کسانو پنځه کسانو ګرو نیولي دي د ګروګرۍ نه باید ځان خلاص کړو ولی مایګارې قوي ده د پیمان صاحب خبرې مو امریکایان ته هر څه وغواړي هغه دې کې شک نشته دی زه تاسو ته بیا هم وایم دغه اوسنی کړکېچ چې روان هم دی دغه نړیوال نه غواړي چې دا کړکېچ دلته حل شي که چېرته وغواړي چې دا کړکېچ حل شي تاس باور کوي چې په یو عادي تلیفون د مرکچانو په صفت نه یو عادي په تلیفون هم دوی دا حلولی شي دا کړکېچ په قصدي ډول دوی غواړي چې په افغانستان او په دې کابل کې یو مرکزي نظام نه وي یو مرکزي مرکزیت ونه لري که چېرته تلته به مرکزیت ولري او یو قوي نظام ولري ته به همسایه او لري او نړیوالو سره ته به حساب کتاب کولی شي د حساب کتاب د نشتون په خاطر باندې موږ ته دغسې حالت را مابنده کوي نو په کار موږ ته دا ده بیا تکرارم په کار موږ ته دا ده چې اتحاد اتفاق یووالی سره حفظ کړو تر څو پورې او بالکل بیا حفظ سره کړو طالبان را چې خبرې وکړي طالبان هم ځان افغانان بولي سره دې چې نور به ورسره مرسته کومکونه کوي ورسره دې شک نشته دی اما په کار دا ده چې یو مهارت را ایجاد کړو قوت را ایجاد کړو په قوت کې زموږ هر څه کورمدان چې په دې بحث کې مرسته سره ګډون وکړو تاسو لیدونکو نه مننه تر بیا ښې چارې